سلام دوستان و عزیزان، در خدمتون هستم برای فال هفتگیمون. دوستان با هم ببینیم در هفته 11 تا 17 تیر چه انرژی هایی با شما در ابعاد مختلف زندگیتون همراهی میکنه. عزیزان دل، مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خیلی خوش آمدین و صفا آوردین و همچنین سپاس فراوان از شما دوستان و یاران که هستین در کنارم. دوستان با هم ببینیم در انرژی ها چه خبر است. مثل همیشه زمان فال رو براتون برای هر برج اون پایین در دسکریپشن و یا توضیحات براتون میذارم. عزیزان دل، برای یک تبادل منصفانه حتما اگر تا حالا عضو کانال نشدین اون دکمه سابسکرایبر رو فشار بدین و حتما لایک کنید و اگر براتون امکان داره کامنت بذارید. ببینیم چه خبر هست در انرژی ها. سلام به دوستان و عزیزان متولدین فروردین. دوستان با هم دیگه بریم ببینیم که انرژی که در تمام هفته با شما همراهی میکنه چه انرژی هست. انرژی که از خارج هست، از کارت بسیار زیبای ستاره افتاده دوستان. حرف از امید و آرزو میزنه و در پشت کارت ها دارم کارت خورشید رو براتون میبینم. عزیزان فروردین ماهی، این هفته هفته هست که شما مسائل براتون روشن هستن، محافظت شده هستین و یک مسئله در راه هست که به حاجت خواهین رسید با گذشت زمان دوستان. پس بسیار کارت زیبا و شیک ستاره براتون افتاده و در پشت حرف از موفقیت با کارت خورشید. خب دوستان بریم ببینیم که چه خبر هست در کارت ها دیگه. این کارت خورشید رو کنارش میذارم برای که خیلی دوستش دارم. خب ببینید، اولین کارت دامنه که نگاه میکنیم با هم دیگه دوستان، دامنه احساسی شما هست. ببینیم در مورد زندگی احساسیتون چه کارتایی باهاتون همراهی میکنن دوستان. اولین کارتی که براتون در دامنه احساسی در برای عزیزان فروردین ماهی میکشم کارت، ببینید، یا مکالمه‌ای به سمتتون میاد دوستان، یا اینکه به هر حال به سمت یک تصمیم گیری دارم میرم. ببینید، خودتون رو دارین رها میکنین به خاطر چه؟ این پشت مرد آویخته هست و اینجا رستاخیز حرف از رها شدن هم میزنه. عدد 20 هست، پس واقعا وارد دوره جدیدی از زندگیتون دارین میشین. مسائل دارن روان میشن در مورد زندگی احساسیتون. تلنگری بهتون شاید خورده و اینکه خودتون رو از اینکه شاید منتظر کسی باشین در بیارین، یا اینکه از یک مسدودیت احساسی دارین در میارین. ببینیم کارت های دیگه بهتون چی میگن. در دامنه احساسی برای عزیزان فروردین ماهی بسیار زیبا دوستان، این کارت ها رو براتون می‌ریزم و بعد براتون یکی یک می‌خونم. ببین، دارم می‌بینم که یک هماهنگی در زندگی احساسیتون داره به وجود میاد دوستان. این برای من کارت جفت‌های الهی هستن دوستان و همچنین کارت امپراتور در کنارتون افتاده که خود شما عزیزان دل فروردین ماهی که خودم هم جزتون هستم هستین دوستان که اینجا دارم می‌بینم. پس دارم می‌بینم که در زندگی احساسیتون یک هماهنگی داره به وجود میاد. به یک سایت شاید به یک مسئله، ببینید، یا یک تعهد دارین میرسید. برای یک دسته دوستان این مسئله، توجه کنه، فقط مسئله عشقی نیستش. برای یه سری دارم میبینم که ببینید در درون خودم در مورد مسائل احساسی، ببینید، مسائل برای من روشن هستن. خودم رو آزاد میکنم، شاید با کسی هم در ارتباط باشم، ولی دارم میبینم که چی هستش. دارم به یک اوج میرسم، یا به یک به سمت یک تعهد و یا ازدواج، یک تعهد درست حسابی میرم، یا اینکه مسائل به هر حال دارن چی میشن، واقعا درست میشن در زندگی احساسی. برای مسائل احساسی دو تا کارت احساسی براتون میرسن دوستان. ببینیم چی بهتون میگن. حرف از ازدواج میزنه، دقیقا مثل آقای پاپ که این پشت بود، و حرف از این میزنه که هماهنگی. ببینید، شما عزیزانی هستین محافظت شده. کارت ستاره اون حرفو میزد، این کارت این حرفو داره به من میزنه. زندگی احساسیتون محافظت شده هستش. شانسی دوباره شاید در خونتون داره میاد با شخصی دوستان، و یا اینکه به طور کلی در مورد مسائل احساسیتون همه چیز داره میزان میشه. همه چیز را داره پیش میره. ببینیم در مورد مسائل کاریتون چه خبر هست. در مورد مسائل کاری برای عزیزان فروردین ماهی دارم میبینم که در مورد مسائل کاری، کارتون دستتون هست، قدرت دارین، و اینکه دارم میبینم که در مسائل کاریتون همه چیز دستتون هست، پر از ایده های جدید هستین و افکار جدید دارین در مورد کارتون. مکالمتون درست هست، همه چیز خوب و امن و امان هست. کارت ستاره اون بالا و کارت خورشید همه این حرفا رو اول بهمون گفتن. در مورد مسائل کاریتون دوستان ببینیم چه خبر هست. خوب هست، مسائل کاریتون شیرین هست. این هفته اون کاری رو که کردین
به دلتون میشینه برای که با درایت کامل انجام دادین. و الان این هفته دارم میبینم که منتظر برداشت یک سری از محصولات دسترنجتون هستین و با اطمینان منتظر هستین. با اطمینان منتظر هستین و به خاطر چی؟ به خاطر که کاملا زندگی کاریتون و مالیتون دستتون هست و یک تسلط بسیار عالی بر زندگی کاریتون دارین دوستان. ببینیم دو تا کارت دیگه به همون چی میگن در مورد مسائل کاری. ببین دو بار امپراتریس افتاده. یک سری از شما عزیزان دل کارتون حالتون رو خوب میکنه. ببین دوستان کارتون براتون فراوانی داره میاره و دارم میبینم یک سری تو خیلی زیاد کار میکنین دوستان. خیلی زیاد کار میکنین و اینکه دارم میبینم که حرف از شروع دوباره میزنه. ببینین دوستان خودم رو رها میکنم. خودتون رو رها میکنین. مسائل سخت نمیگیرین و با اطمینان کامل ببینین دارین چه کار میکنین، دارین کار میکنین، پیشرفت میکنین و اینکه اون مسائل رو با صبوری کامل جلو میبرین و خودتون رو به فکر یک سریاتون هم به فکر یک شروع دوباره در مورد مسائل کاریتون هستین دوستان. شاید جابجایی کاری داشته باشین. خب این هفته ببینیم که در مورد مسائل مالی چه خبر هست. در مورد مسائل مالی هم دارم میبینم تسلط دارین پیدا میکنین. بر مسائل مالی، مسائل مالیتون رو دستتون گرفتین. زندگی مالی شما در دست دارین دوستان. و ببینیم کارت دیگه بهمون چی میگن. ببینیم. دو بار برای شما قدرت برای مسائل مالی افتاده. یه بار قدرت اینجا افتاده، یک بار قدرت اینجا افتاده. بعد از یک دوره سخت مالی رو که پشت سر گذاشتین، ببین باز کارت رستاخیز اینجا دارین جان دوباره میگیرین، زنده میشین دوستان و اینکه یک مشکلات مالی رو دارم میبینم پشت سر دارین میگذارین. ببین کارت دو تا کارت بعدی دوستان چه خبر هست. هفته ای هست که باید انتخابی کنین. شاید برای مسائل امورات خانه‌تون دوستان باید تصمیماتی رو بگیرین و باید انتخابی انجام بدین در مورد مسائل مالی این هفته. برای دارم میبینم که به طور کلی مسائل مالیتون دستتون هست، تسلط کامل دارین، مسائل کاری دستتون هست و در مسائل احساسیتون هم مسائل روبراه هستن و دارن پیشرفت میکنن. عزیزان دل این فال شما بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه. خدا نگهدار دوستان. سلام به دوستان و عزیزان متولدین اردیبهشت. دوستان با هم ببینیم در هفته 11 تا 17 تیر چه انرژی هایی با شما عزیزان دل همراهی میکنه و چه خبر هست در ابعاد مختلف زندگیتون. ببینیم اولین کارتی که براتون بکشم، انرژی که در تمام هفته همراهیتون میکنه دوستان خورشید هست، ولی خورشید منفی. خورشید منفی حرف از این میزنه که شاید اون روشنایی که باید در زندگیتون این هفته وجود نداره. شاید مسئله در مورد فرزندانتون هم ممکنه باشه که شما رو تحت تاثیر قرار داده. روشنایی و شفافیت این هفته وجود نداره و به دنبال اون هستم. خورشید میاد من رو گرم میکنه، وجود من رو گرم میکنه. بخشندگی که باید این هفته ندارین یا اینکه دیگران با شما ندارن در واقع. خب بریم ببینیم که در ابعاد مختلف زندگیتون چه خبر هست. مسائل احساسیتون دوستان، دارم میبینم که در مورد مسائل احساسیتون دوستان دوست دارین که به یک درجه بالاتر برسین. انگار اون جایی که هستم دارم سعی خودم رو میکنم که مسائل احساسیم تکانی بخورن. ممکنه یه خبر غافلگیراننده از نظر احساسی این هفته به شما برسه. خوب و بدش رو نمیدونم، کارتای دیگه بهمون میگن. ببینیم کارت بعدش. ببینید دوستان حرف از ببینید حرف از این میزنه که باز هم برای یک سری ها منفی میکنم مسائل احساسیتون با مسائل فرزندانتون شاید در ارتباط باشن دوستان. دارم میبینم یک سری از شما عزیزان دل که مقدار در مورد مسائل احساسیتون شک و تردید دارین و گم و گیج هستین و دوست دارین که مسائل براتون روشن بشن. متاسفانه خورشید اینجا منفی افتاده، یعنی اینکه روشنایی کامل وجود نداره در مورد مسائل احساسیتون. شاید میخواین از بند کسی راحت بشین، نمیتونین. شاید فکر میکنین که تحت تاثیر شخصی هستین یا وابستگی به شخصی دارین که نمیتونین فراموش کنین و این هفته دارم میبینم مقداری هم نوستالژی هستین. دارین نوستالژی یعنی فکر گذشته دوستان.
خاطرات گذشته. من دارم براتون میبینم که براتون ببینید فراوانی افتاده. خانواده شما این هفته انگار که در زندگی احساسی شما جای بسیار زیادی دارن و اینکه بدارم میبینم که یک سریاتون هم که در زندگیتون خوب و خوش هستین ولی دوست دارین تغییراتی در اون به وجود بیاد، مسائل براتون روشن‌تر بشن دوستان، در مقابل شخصی که شاید در مقابل شما نقابی بر چهره داره. خب من دو تا کارت احساسی براتون میکشم برای مسائل احساسی. ببین خورشید اومد اینجا، ببین یک خورشید برای شما اینجا منفی بود، اینجا خورشید مثبت براتون در مورد مسائل احساسی افتاد. خورشیدی افتاده که بهتون حرف از موفقیت و پیروزی میزنه. پس مسائل احساسیتون شاید این هفته موفق بشین، تکانی بهش بدین و اینکه ببینیم خوشبختی بر روی یک حلقه. پس از اونجایی که دوست دارین که شاید مسائل احساسیتون به درجه بالاتر برسه، برای یک سریالی که در یک بریک هم ممکن هست باشن دوستان، برای شما خوشبختی بر اون تعهدتون با شخصی دارم میبینم دوستان. ببینیم در مورد مسائل کاریتون دوستان، دارم میبینم که بر مسائل کاریتون دارین چی میشین، دارین مسلط میشین، در دنیا روتون باز هست دوستان. و بریم ببینیم که کارت های دیگه چه حرفی به اون میزنن. ببینید مسائل کاریتون خودتون انگار خیلی محتاطانه در مورد مسئله کاریتون رفتار میکنین و احتیاج شاید به یک کارشناسی دارین دوستان. محتاطانه عمل میکنم و اینکه شاید اون اعتماد کامل که باید به دور و برم ندارم. ببینیم کارت بعدی دوستان، و شروع بسیار زیبایی در مورد مسائل کاریتون دارم براتون میبینم. پروژه‌ای هست که در دل خودتون براتون خیلی مهم هست و حال دلتون رو خوب میکنه و برای یک سریا دارم میبینم که خیلی متمرکز هستین و دارین تلاش میکنین برای این پروژه دوستان. ببینیم دوتا کارت از کارتای دیگه میکشم براتون. بله شروع، ببین دو تا آس براتون افتاده، دو تا شروع بسیار زیبا در مورد مسائل کاری، شانسی که در خونتون داره میاد دوستان و برای اون دارم میبینم که باید با صبوری و با برنامه‌ریزی بر روی این مسئله باهاش رفتار کنین. اینجا دقیقا درویش این حرف رو میزن، محتاطانه عمل میکنم، با برنامه ریزی دارم میبینم عمل میکنین، نمیخواین این شانس رو از دست بدین دوستان. خب بریم ببینیم در مورد مسائل مالی چه خبر هست. در مورد مسائل مالی هم دارم براتون استحکام میبینم، استحکام میبینم. یا اینکه حالا ببین کارتای دیگه چی بهمون میگن. دوستان توجه کنید در مورد مسائل مالی، برای استحکام دادن به مسائل مالیتون دید درستی ندارین در واقع، و اینکه دارم ببینم که انگار که احساس میکنین قربانی مسئله شدین. هر کاری که میکنم مسائل روشن ببینم نمیتونم، شاید از دیگران کمک میخواین در مورد مسائل مالی. دو تا کارت دیگه براتون بکشم. ببین میترسین در مورد مسائل مالی، احساس میکنین یک بستگی وجود داره و بسیار میترسین، برای اینکه دارم میبینم که سرنوشت در کنارتون هست تا اینکه مسائل حرکت کنن. مسائل حرکت میکنن ولی هفته‌ای هست که دارم میبینم صبوری برای مسائل مالی هم هست، هم برای مسائل کاری و هم برای مسائل مالیتون هست دوستان. خب عزیزان دل، این فالوور شما بود، امیدوارم که ازش خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه، خدا نگهدار دوستان. سلام به دوستان و عزیزان متولدین خرداد. دوستان با هم ببینیم در هفته 11 تا 17 تیر چه خبر هست و چه انرژی هایی با شما عزیزان دل در ابعاد مختلف زندگیتون همراهی میکنه. بریم ببینیم چه خبر هست دوستان. اولین دوستان کارتی که برای شما افتاد در مورد انرژی کلی به هفتهتون دوستان، ببینین دارم میبینم که انگار که این هفته مجبور به یک صبوری هستین، این هفته در مورد مسئله بلا تکلیف هستین ولی دارین قدرت میگیرین، قدرت میگیرین که خودتون رو از این حالت مسئولیت در بیارین و قدرت میگیرین که دیدتون رو بر روی مسائل چکار کنین عوض کنین. خب بریم ببینیم کارتای دیگه بهتون چی میگن در مورد مسائل احساسیتون دوستان. در مورد مسائل احساسیتون دارم براتون جذابیت و دلربایی میبینم و همچنین مکالمه دارم براتون میبینم. در مورد مسائل احساسیتون بسیار زیبا دوستان، قدرتمند هستم، مسائل احساسیم در اون میدونم کی هستم و چی میخوام. و ببینیم کارتای دیگه حرف از باز هم قدرت میزنه. در مورد مسائل احساسیتون دارین بدترس های خودتون قدرتمند میشین دوستان، خودتون رو از این
بستگی و از این بستگی دارین در میانین. باز هم کارت قدرت که اون اینجا بود، اینجا هم پشت کارت ها هستش دوستان. ببینیم که کارت بعدی حرف از شانسی بسیار زیبا داره در خونتون میاد در مورد مسائل احساسیتون دوستان، و دارم میبینم مسائل دارن شتاب پیدا میکنن. به هر حال قدرت میگیرم، با ترس های خودم روبرو میشم و یک شانس دوباره رو برای خودم، یک شروع دوباره در زندگی احساسیم دارم، داره برام به وجود میاد. براتون دو تا کارت احساسی میریزم عزیزان. دو تا، یک کارت افتاد، یکی دیگه. دارم میبینم خیلی وقت هست که دارین صبوری میکنین در مقابل به یک سریاتون دوستان، در مقابل شخصی که شاید با شما جدی نیست در رابطتون، و یا اینکه دارم میبینم خیلی سوال میپرسین از خودتون، زمانی میگذرد که در مورد زندگی احساسیتون دارین صبوری میکنین، و اینکه از شک و تردید دارین و دوست دارین که یک رابطه خوب و درست حسابی سر راهتون قرار بگیره. ببینیم، و این هفته هم باید صبوری کنین. دارین قدرتمند میشین که ایده های جدیدی برای زندگی احساسیتون دارین، ولی حرف از صبر براتون میزنه. دقیقاً بهتون گفتم اینجا صبوری ایست و اینجا قدرتگیری، و اینجا هم همین داره تکرار میشه. در مورد مسائل کاریتون خورشید براتون افتاده که حرف از روشنایی میزنه دوستان. ببین کارتای دیگه بهتون چه میگن. در مورد مسائل کاریتون مسائل روشن هستن، موفق هستین، با پشت کار هستین، جلو میرین، آینده دور و دراز رو نگاه میکنین. شاید مقدار شک داشته باشین، برای همین هستش که محتاطانه در مسائل کاریتون دارین چیکار میکنین، جلو میرین و پیشرفت میکنین. کارت بعدی دوستان حرف از مسئولیت پذیری شما در مورد مسائل کاریتون میزنه. مسئولیت پذیر هستین، قدرتمند هستین، کاریسماتیک هستین، و اینکه میدونین چی میخواین و کی به دست به عمل بزنین، همه این چیزها دستتون هست و در مورد کارتون مستقل هستین و پیشرفت کاری دارم براتون میبینم. ببینیم که برای یک سریاتون ممکنه که این هفته در یک جابجایی کاری باشین دوستان. یک سریاتون انگار که دارین تحصیل میکنین یا اینکه کارآموزی دارین که از اون برای مسائل کاریتون استفاده کنین. به هر حال هر چیزی که هست در مورد مسائل کاریتون، خودتون هم انگار به یک سری از کارشناسی ها رسیدین و یک هماهنگی توی زندگی کاریتون وجود داره دوستان. ببین دوستان، براتون موفقیت افتاده اینجا. باز هم موفقیت در مورد مسائل کاری و امید و آرزو و موفقیت پشت کارت ها براتون دارم میبینم دوستان. در مورد مسائل مالی شما عزیزان خرداد ماهی، در مورد مسائل مالی تو خیلی عصاب دست و محتاطانه این هفته عمل میکنید. خب ببینیم کارت های دیگه بهمون چی میگن. مسائل مالیتون دستتون هست دوستان، و اینکه دارم میبینم که چارچوب مالیتون هم مستحکم دارین میکنین. شادی براتون میبینم از نظر مالی این هفته. تمام زندگی مالیتون دستتون هست، بسیار محتاطانه عمل میکنیم. دو تا کارت بعدی رو که بخوام براتون بذارم این هستش که واقعا تحت تاثیر مسائل مالیتون هستین دوستان. خب و به سمت یک موفقیت دارین میرین، و باز هم براتون موفقیت میبینین. دارم میبینم مسائل مالیتون واقعا براتون مهم هستش، و اینکه نمیخواین بیگدار به آب بزنین، بدارین به سمت موفقیت میرین. مسائل مالیتون واقعا مثل وسواس میخواین توش پیشرفت کنین در واقع، و براتون شادی میبینم پشت کارت ها. خب دوستان عزیزان، این فال شما بود. امیدوارم که از فالتون خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش، و تا فال دیگه خدا نگهدار دوستان و عزیزان. سلام به دوستان و عزیزان متولدین تیر. دوستان تولدتون مبارک. عزیزان دل، با هم ببینیم که در هفته 11 تا 17 تیر ماه چه انرژی هایی با شما عزیزان دل در ابعاد مختلف زندگیتون همراهی میکنه. ببینیم کارت براتون بکشم. کارت کائنات براتون افتاد، بسیار زیبا. این ماه هفته در دنیا روتون باز هست، قدرتمند هستین عزیزان، و احساس میکنین که وارد دوره جدیدی از زندگیتون دارین میشین. خب بریم ببینیم که کارتای دیگه در ابعاد مختلف زندگیتون بهتون چی میگن دوستان. عزیزان متولدین تیر، براتون کارت بسیار زیبای آقای محترم پاپ در مورد مسائل احساسیتون افتاده که بهتون میگه که حرف از این میزنه که مهربانی، تعهد، ازدواج. به هر حال ببینیم چی میگه کارت های دیگه چه توصیه ببینیم. محافظت شده هست مسائل احساسیتون، و
انگار یک سری از شما عزیزان دل در مورد مسائل احساسیتون دوست دارین که این هفته اوج بگیرین. دارم میبینم که یه نفر انگار شما رو تحت نظر داره و اینکه حوصلتون از نظر مسائل احساسی سر رفته. دوست دارم که دست غیبی بیاد منو نجات بده و یه شخصی بیاد وارد زندگی احساسیم بشه. یک سریاتون دارم میبینم میترسین از این حالتی که همیشه در این حبابی که دور خودتون از نظر احساسی کشیدین باقی بمونید. در مورد مسائل احساسیتون ببینیم کارتای دیگه بهمون چی میگن دوستان. حرف از وفاداری براتون میزنه و حرف از صلح و آشتی. من فکر میکنم یک سریاتون دوستان با خودتون صلح و آشتی میکنی و با زندگی احساسی صلح و آشتی میکنی. البته برای اونایی که شخصی در زندگیشون هست و احساس میکنن که اون شخص شاید خیانتی بهشون کرده یا اینکه حالم آنچنان خوب نیست، با اون شخص ممکن هستش که صلح و آشتی به وجود بیاد. دارم میبینم عزیزانی هستین بسیار بسیار وفادار، عزیزان تیرماهی بسیار خوب دوستان. به هر حال دارین اوج میگیرین این هفته و در مورد زندگی کاریتون دوستان ببین کائنات این بالا بود، کائنات اینجا در مورد زندگی کاریتون براتون افتاد، در دنیاتون باز هستش. ممکنه این هفته شروعی براتون باشه، وارد دوره جدیدی از زندگی کاریتون میشین و این که دارم میبینم برای یک سریاتون دوستان واقعا به اون اورج میرسیم. دست کارتون دستتون هست، قدرتمند هستین در کارتون دوستان. قدرت اینجا افتاده برای من، قدرتمند هستین در دامنه کاریتون. من اینکه دارم میبینم که مسائل کاریتون ببینید یک چیز جدیدی، یک پروژه جدیدی توی مسائل کاریتون دارین دست میگیرین. انگار به خودتون این اجازه رو میدین که یک شانس دوباره توی یک مسئله، توی یک دامنه از نظر کاری، اداری، سازمانی، هر چیزی که هست دستتون بگیرین. به خودتون یک شانس دارین میدین. دارین اعتماد به نفس میگیرین در مورد مسائل کاریتون. دارین قدرتمند میشین در مورد مسائل کاریتون. خب ببینیم که چه کارتای دیگه بهتون چی میگن. چشم سوومتون باز هست دوستان. یک سریاتون ممکنه حتی فالگیر باشین دوستان. ببین اینکه دارم میگم موفقیت و حرکت براتون افتاده. به هر حال موفق میشین. هر چیزی که هست چشم سومتون هم بهتون داره این ندا رو میده که در مورد مسائل کاری شانسی داره در خونتون میاد. قدرتمند داری میشین و موفقیت براتون از نظر کاری افتاده. بریم ببینیم در مورد مسائل مسائل مالی چه خبر هست. در مورد مسائل مالی یه مقدار شک دارین، مضطرب هستین در مورد مسائل مالی. ببینیم کارتای دیگه بهمون چی میگن. کارت بعدی حرف از کالسکه میزنه دوستان، پیشرفت در مورد مسائل مالی. و کارت بعدی دارم میبینم پیشرفت در مورد مسائل مالی براتون دارم میبینم، استقلال دارم براتون میبینم، ولی انگار هنوز در ابتدای یک راهی هستین. انگار در مورد مسائل کاری دارین چیکار میکنین، روی خودتون کار میکنین در واقع و یک جهت جدیدی توی زندگیتون دارین چیکار میکنین پیدا میکنین. و ببینید دارم میبینم که جان دوباره از نظر مالی داره میگیرین. تصمیمات جدیدی هم ممکنه که بگیرین از نظر مالی. و دارم میبینم ایمان دارین که مسائل مالیتون دستتون خواهد آمد. و بریم ببینیم که کارت بعدی حرف از این میزنه که حرف از معنویت و حرف از تفکر میزنه. ببینین دوستان برای یک سریاتون در مورد مسائل مالی هم دارین جان میگیرین، همین که تفکرات عمیقی دارین. دارم میبینم که میخواین از این شکی که دارین در بیاین. تصمیمی باید بگیرین در مورد مسائل مالیتون، ممکن هست این هفته که تصمیم مهمی براتون باشه. خب دوستان عزیزان تیرماهی این فال شما بود و میوارم که خوشتون اومده باشه. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز و روزگار خوش. سلام به دوستان و عزیزان متولدین مرداد. دوستان با همدیگه ببینیم هفته 11 تا 17 تیر چه خبر هست در انرژی های مختلف، در ابعاد مختلف زندگی شما عزیزان. کارتی که براتون افتاد هفته ساکتی ممکن هست براتون باشه. مسائلی هستن که شاید مخفی هستن، هفته هست که در اون دارین اطلاعاتی پیدا میکنین در مورد مسئله که شاید شما را استراب بده یا تحت تاثیر اون مسئله هستین. خب بریم ببینیم کارتای دیگه چه ندایی بهمون میدن در مورد مسائل مختلف زندگیتون.
در مورد مسائل احساسیتون، خورشید، گرما و موفقیت دارم میبینم، روشنایی دارم براتون میبینم. در مورد مسائل احساسیتون دارم براتون شروع دوباره، شروعی با انگیزه و با احساس میبینم، دست به عمل زدن، مسئله که شما رو جان دوباره داره بهتون میده دوستان، و دارم براتون میبینم که من شاید این هفته هفته‌ای هستش برای شما که در اون عشق وجود داره. عشق اینجا دارم، هم عشق اینجا و عشق و انتخاب. برای همین هست شاید در اون بالا در حال مطالعه مسئله هستیم. خب ببینیم کارت دیگه بهمون چی میگن. دو تا کارت از من بهتون میگه که به درون خودتون هستین، دقیقاً به درون خودتون. اینجا حرف از معنویت میزنه. و ببینیم کارت بعدی، کارتی هستش که و اینکه تفکر میکنین و در یک مسائل در یک استاندبای میذارین برای خودتون. خب و حرف از بهار میزنه اینجا برای من. ببینیم کارت بعدی، بس مسائل. ببینیم تصمیمی رو باید بگیرین، این تصمیم رو این هفته نمیگیرین دوستان. میخواین فکر کنم، تفکر کنم، با تمام وجودم میخوام تصمیمی در مورد زندگی احساسیم و عشقیم بگیرم، پس بنابراین بیگدار به آب نمیزنم. در مورد مسائل کاریتون دارم میدونم شک و تردید براتون زیاد هست، نقاط مبهم زیاد هست در مورد مسائل کاریتون. یک سریاتون هم ممکنه هستش که کار شما باعث ششان باشه، بستگی داره دوستان. و اینکه دارم میبینم که دارین قدرت میگیرین در مورد مسائل کاری. به هر حال همکاری خوب هستین، مسائل کاری دستتون هست عزیزان دل، و اینکه میدونین چگونه بتونین بر این شک و تردیدها و ابهاماتتون در مورد مسائل کاری و استرابی که دارین بتونین چکار کنین، غلبه کنین. و دارم میبینم که دارین استقامت میکنین، کار میکنین، شاید از حقوق خودتون در یک دامنه دارین دفاع میکنین دوستان. بریم ببینیم کارت دیگه بهمون چی میگن. کارت بعدی حرف از مسائلی میزنه که در دامنه کاریتون دارن شتاب پیدا میکنن، حرکتی هست سریع و سر، دارم از خودم دفاع میکنم، یا اینکه بسیار دارم کار میکنم، ایده های جدیدی دارم، مکالمه خوبی دارم. و اینکه دارم میبینم بله دو بار براتون آس در این هفته آس چوب افتاده دوستان، که حرف از این میزنه که مسئله در زندگیتون این هفته داره به وجود میاد در مورد مسائل کاری و همچنین احساسی، حرکت سریعی داره به وجود میاد، مسئله‌ای که انگار به شما یک جان دوباره در واقع میده. خب بریم ببینیم در مورد مسائل مالی چه خبر هست. در مورد مسائل مالی انگار که یک مقدار مسائل مالی این هفته مشکل هستن، انگار که گوشتی برتر ندارم در نظر مسائل مالی. تغییر تحول اساسی در مورد مسائل مالی در تو زندگیتون به وجود میاد، خودتون رو دارین رها میکنین، از یک مسئله سخت مالی دارین خودتون رو رها میکنین، یا اینکه از اینکه حالا مسائل مالی مشکل هستن خودم رو رها میکنم، یا اینکه یک سری از خرج های بی خود رو چیکار میکنم کنار میذارم. اینجا در حال تفکر هستین، در حال تفکر در مورد مسائل مالیتون هستین. و بریم ببینیم دو تا کارت بعدی که براتون بکشم چه چیزی هستش. یکی هستش که دارم میبینم دارین صحبت میکنین، تفکر میکنین، تجزیه تحلیل میکنین زندگی مالیتون رو، صحبت میکنین در مورد مسائل مالیتون رو. باز هم دو این کارت تکرار شده دوستان، خودتون رو رها میکنین هرچه بادا باد در مورد مسائل مالی. ببینید این کارت های برای مسائل مالیتون دارن چیکار میکنن، دارن تکرار میشن. یک چیزی توی مسئله مالی شما، زندگی مالی شما تغییر کرده دوستان، تغییر اساسی کرده، و این به خاطر همین هست که دیگه شاید توانایی هایی که قبل دارین داشتین رو ندارین، یا اینکه باید تصمیم مهمی رو بگیرین در مورد مسائل مالی. نمیخواین بیگدار به آب بزنین و در مورد اون صحبت میکنین، این بالا دین تفکر میکنیم، چون مسئله هست که ممکن هستش که به شما استراب وارد کنه. خب عزیزان دل مرداد ماهی، این فال شما بود، امیدوارم که ازش خوشتون اومده باشه. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم دوستان روز روزگار خوش و تا فال دیگه، خدا نگهدار. سلام به دوستان و عزیزان متولدین شهریور. دوستان با هم ببینیم در هفته 11 تا 17 تیر چه انرژی هایی با شما عزیزان دل همراهی میکنه و چه خبر هست در ابعاد مختلف زندگیتون دوستان. خب من اولین کارتی که براتون میکشم کارت کالسکه هست. انرژی هفتهتون کالسکه هستش که منفی هست. ببینید دوستان انگار که میخواین به مرحله بالاتری برسید، ولی مسائل اونجوری که شما دلتون میخواد شتاب پیدا نمیکنن، یا اینکه یک جابجایی که دارین این هفته ممکنه است که این هفته این جابجایی
منحل بشه. خب ببینیم در ابعاد اولین کارت هایی که نگاه میکنم دامنه احساسی شما دوستان هست. در دامنه احساسیتون دارم آشتی میبینم، صلح میبینم. حالا احساسی حتما احساسی عشقی نیست دوستان، ممکن هست با هیجانی و احساسیتون در با دوستان آشنایانتون خانوادتون هم باشه. آشتی و صلح دارم میبینم، مکالمه موزون و عدالت دارم میبینم در زندگی احساسیتون. ببینیم دو تا کارت بعدی که در مورد زندگی احساسیتون باهاتون صحبت میکنن چی هست. در زندگی احساسیتون جذابیت دارین، قدرت دارین، دلبری میکنین. و اینکه بریم ببینیم که میدونم چی میخوام در دامنه احساسم. خب میانه روی میکنم، یک کاری میکنم که نه چوب بسوزه، به قول نسیخ بسوزه نه کباب، ولی کاملا به اون قدرت‌های خودم ایمان دارم و خوشحال هستم و شاد هستم در دامنه احساسیم. و اینکه دارم می‌بینم که ولی از خودتون سوال می‌پرسین در مورد آینده احساسیتون دوستان. این هفته‌ای هست بس که در اون دارم حرکت براتون می‌بینم. مسئله تکان می‌خوره، با اینکه دیدیم اونجوری که شاید شما دلتون بخواد تکان نخوره ولی داره تکان می‌خوره. و اینکه بریم ببینیم کارت بعد چه حرفی بهمون میزنه. کارت بعدی دوستان حرف از گرایش میزنه، مسئله‌ای که واقعا براتون مهم هست داره سراغتون میاد دوستان. و اینکه دارم شادی براتون میبینم، در جمع دوستان هم ممکن هست که باشه و صلح و آرامش این هفته از نظر احساسی براتون میبینم. خب بریم ببینیم که در دامنه کاری شما دوستان چه خبر هست. در دامنه کاریتون دوستان برای شما مقداری استراب میبینم، انگار مضطرب هستین یا اینکه شک دارین، مسائل پنهان زیاد وجود دارن. برای یک سریاتون شاید با حس ششمتون دارین کار میکنین دوستان. دارم میبینم اینجا که برای شما دوستان عزیزان از مسائل احس ببینین کاریتون همجور که گفتم با مسائل اینجا بهتون گفتم شاید با حس ششمتون کار کنه. اینجا به من میگه که مسائل کاریتون شاید با مسائل احساسیتون با هم دیگه در توأم باشن. یعنی که شاید شما پرستار باشین، شاید شما فالگیر باشین، شاید شما روانشناس باشین، پزشک باشین، به هر حال. و ببینید آب‌های متلاطم به هر حال پشت سر میگذارن دوستان. توجه کنین به هر حال اگر که حتی توی این رشته هایی هم که من گفتم شما نباشین دوستان توجه کنین، به هر حال شیر احساسی رو بستین روی مسائل کاریتون. مقداری فاصله داره میگیرین چون فکر میکنین که کارتون یا مصاحبتون میکنه یا ابهامات زیادی وجود داره. آبهای متلاطم رو پشت سر میذارین، به یک آرامش دارین میرسین با بستن شیر احساسیتون در مورد مسائل کاری، اداری، سازمانی، قضایی. دوستان قدرت دارین میگیرین دوستان. باز هم کارتی هست که حرف از معنویت برای من میزنه. اینجا قدرت میگیرین و میگه میدونین آنچه را که میخواین میتونین به سمت خودتون بکشین. یک سریاتون به سمت یک قرارداد دارین میرین دوستان. و کارت بعدی حرف از انتخاب میزنه، انتخاب میکنم، حق انتخاب دارم. خب و اینکه میخواین درست در مورد مسائل کاریتون رفتار کنین، نمیخواین اشتباه کنین در دامنه کاریتون دوستان. خب محتاطانه عمل میکنم، وارد یک سریاتون وارد دوره جدیدی از مسائل کاریتون دارین میشین، قدرت کافی رو دارم که اون انتخابی رو که باید انجام بدم، تصمیمی رو که باید با درایت کامل در مورد مسائل کاریم انجام بدم. در دامنه مالیتون دوستان برای شما قانون میبینم، حالا یا مسائل قانونی هستش یا اینکه دارم بالاخره کفه های ترازون با هم دیگه میزان میشن. ببینیم کارت بعدی. بله یک تعادلی توی زندگی مالیتون داره به وجود میاد ولی خودتون خیلی انگار سفت و سخت با مسائل مالیتون دارین برخورد میکنین. کارت بعدیتون حرف از در مرش سخاوتمندی در مورد مسائل مالی میزنه یا دیگران با شما اینجور هستن. مسائل خوب و شیرین هست در مورد زندگی مالیتون، به خاطر اینکه دارم میبینم به اندازه کافی سختی کشیدین، به اندازه کافی شاید مبارزه کردین در مورد مسائل مالیتون و از حق و حقوق خودتون چه هستش دارین دفاع میکنین. و اینکه ببینیم که دو تا کارت بعدی رو که براتون بخوام بذارم، یکی کارت قلبتون هست که مسائل قلبتون باز هست، شاکره قلبتون باز هست در مورد مسائل مالی و دارین صبوری میکنین. ببینید بخشندگی در واقع تبادل و بخشندگی و صبوری، به اندازه کافی زحمت کشیدم، صبوری کردم. خب این هفته ممکن هستش که
دارم میبینم که مسائل مالی میزان هستم، پس شاید بتونم مقداری سخاوتمند باشم، اون کاری که دلم میخواد رو چیکار کنم انجام بدم در واقع. خب خیلی هم دیگه سخاوتمند نباشین دوستان. خب عزیزان دل، عزیزان شهریور ماهی، این فال شما بود، امیدوارم که ازش خوشتون اومده باشه. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز و روزگار خوش دوستان. سلام دوستان و عزیزان متولدین مهر. دوستان ما هم ببینیم هفته 11 تا 17 تیر چه انرژی هایی با شما عزیزان دل در ابعاد مختلف زندگیتون همراهی میکنه. اولین انرژی که میکشیم دوستان انرژی تمام هفته تون هست، انرژی رستاخیز براتون افتاد. عزیزان توجه کنید، انگار که مسئله‌ای که در گذشته تو زندگیتون تغییر تحولی به وجود اومده بوده که حال شما رو مقداری گرفته بوده و اینکه شما رو مقداری دگرگون کرده بوده، دارین جان دوباره میگه این هفته، این هفته تصمیمی میگه، این هفته به هر حال وارد دوره جدیدی از زندگیتون دارین میشین، مسائل براتون روشن هستن، از اون حالتهای بد دارین در میه. خب بریم ببینیم که کارتهای دیگه در ابعاد مختلف زندگیتون چه خبر هست و چی بهتون میگه. خب اولین کارت، کارت احساسی دوستان، مسائل احساسیتون دوستان در حال حرکت هستن این هفته، وارد دوره جدیدی از زندگی احساسیتون میشین عزیزان دل و دارم میبینم که در زندگی احساسیتون ممکنه که مسائل مخفی وجود داشته باشن. به هر حال حرکت افتاده این هفته و سرنوشت در کنارتون هست، مقداری درگیری و کشمکش در زندگی احساسیتون یا در مورد زندگی احساسیتون دوستان با خودتون دارین. دارم میبینم انگار چیزی توی زندگی احساسیتون حرکت کنه، تکان بخوره، ممکنه شما رو غافلگیر کنه دوستان. و کارت بعدی دوستان دارم میبینم که از خودتون بسیار سوال میکنین در مورد آینده احساسیتون و مسائل احساسیتون در حال پیشرفت هستن. یه سریاتون هم من فکر میکنم که بسیار دارین کار میکنید در زندگی مالی و کاریتون، برای که زندگی احساسیتون شاید به سر و سامانی برسه. قلبتون بسیار درد هست دوستان و احساس میکنین چیزی رو از دست دادین و در خفا یک سریاتون دارین درد میکشین. ببینید پس زندگی احساسیتون در حال حرکت هست، ولی چقدر شما حال خودتون رو بد میکنین دوستان. این دارم میبینم با سوالهای شاید زیادی که از خودتون میپرسید مسئله بوده که تمام شده، دارین جان دوباره میگیرین، سرنوشت در کنارتون هست. پس نفس بکشین، راه برین، حال خودتون رو خوب کنین و پشت کارت ها داره به من میگه که به یک اساس مستحکم دارین میرسین دوستان. در مورد زندگی کاریتون عزیزان دل دارم میبینم که قدرتمند هستین، زندگی کاریتون دستتون هست و اینکه میدونین با زندگی کاریتون چه کار کنین. به هر حال هر چیزی که هست حرف از فراوانی براتون میزنه، به اون چیزی که میخواین دارین در زندگی کاریتون میرسین، کاری اداری مالی کاری اداری قضایی. در زندگی کاریتون دارم میبینم که واقعا سختگیر هستین، خودتون با خودتون سختگیر هستین دوستان و اینکه دارم میبینم که خیلی با عقل و درایت کار میکنین در زندگی کاریتون و انگار که شاید یعنی سریاتون دو تا کار داشته باشین، امکان داره، و یا اینکه میخواین تعادلی توی زندگی کاریتون به وجود بیارین، هم قدرت دارم اینجا، هم قدرت دارم و هم اینکه سعی میکنم مو رو از ماست در زندگی کاریم بکشم و اینکه یک دید عقاب داشته باشم روی زندگی کاری. دارم میبینم که در زندگی برای این پروژه دارین شروع میکنین، دست به عمل میزنین، کاری توی زندگی کاریتون داره شروع، کاری توی زندگی کاریتون، پروژه داره شروع میشه، هنوز در حد نطفه هستش، دارین به اون فکر میکنین، میخواین بیگدار به آب نزنین و جوانب مختلف رو دارین بررسی میکنین برای سریاتون. دارم میبینم که بله باز هم این مسئله کوچیک افتاده، یک مسئله که شاید الان در یک نطفه هستش، هنوز اونقدر بزرگ نشده، ممکنه که فکری باشه، مسئله‌ای باشه، که پروژه‌ای باشه که دوست دارین با به موفقیت برسه. به هر حال هر چیزی که هست به سمت یک انتخاب دارین میرین دوستان، انتخاب بین دو تا کار، انتخاب بین دو مسئله در دامنه کاریتون، یا اینکه تعادلی رو که باید در دامنه کاریتون به وجود بیارین و دارم براتون موفقیت مالی میبینم، آنچه را که میخواین آیدتون خواهد شد دوستان، و اینکه دارم میبینم که مسائل مالی براتون پس بسیار خوب دارن پیش میرن، به خاطر درایت خودتون هست دوستان.
در زندگی مالیتون دوستان براتون موفقیت دارم میبینم و اینکه درخشش دارم میبینم. میدرخشین، موفق هستین، بذر و بخشش دارین یا دیگران با شما بذر و بخشش دارن دوستان. پس دارم میبینم که اون چیزی رو که میخواین در زندگی مالیتون دارین به انجام میرسونین. مسائل شفاف هستن دوستان براتون. خب دوستان ببینیم کارت های دیگه بهمون چی میگن. کارت بعدی در مورد مسائل مالی، انگار یک سری از شما دوستان یک سری از سرمایه گذاری های کردین، مسائل مالیتون رو دارین نگاه میکنین، آماری از زندگی مالیتون دارین میگیرین و اینکه صبوری دارین میکنین، صبوری میکنین ولی براتون موفقیت و واقعا به اوج دارین میرسین. یک دوره‌ای داره از زندگیتون تمام میشه در مورد زندگی مالیتون و وارد دوره جدیدی از زندگیتون میشین. دوره تمام میشه، با موفقیت تمام میشه و دارم میبینم که اینجا عزیزان دل بله ببینید نمیخواین که مسائل مالیتون شما رو پایین بکشه، نمیخواین که مشکلات مالی داشته باشین. پس بنابراین مو رو از ماست میکشین و اینکه دارم میبینم که مسائل مالیتون رو دستتون گرفتین و دارم میرم اینجا موفق هستین، میدرخشین، همه چیز براتون روشن هست. در واقع ببینیم که دو تا کارت بعدی بهمون چی میگن دوستان. حرف از هماهنگی میزنه براتون در مورد مسائل مالیتون دوستان و انتخاباتی که میکنین و آرزو میزنه. موفقیت در پیش رو دارین دوستان، آرزوهاتون اینجا افتاده در کنارش. دارم میرم انتخاباتی که توی زندگی مالیتون میکنین حال قلبتون رو خوب میکنه. یک شروع مالی بسیار زیبا براتون میبینم. دوستان توجه کنید، من یادم رفت که برای خط احساسی شما دوتا کارت احساسی بریزم. برای هر برج میریختم دوتا کارت احساسی اینجا. من فکر میکنم یک سری از شما دوستان دوست دارین که از این حالتی که روابطی احساسی شما روابطی باشن که ژرفایی نداشته باشه میخواین در بیاین و اینکه بسی همین هست که دارین از خودتون سوال میپرسین و اینکه دوست دارین که بیشتر در زندگی مورد زندگی احساسیتون بدونین که زندگی احساسیتون محافظت شده هست دوستان و شانس این پشت دارم براتون میبینم. خب عزیزان دل این فایل شما بود، امیدوارم که ازش خوشتون اومده باشه. روی مالهایتون رو میبوسم و بهتون میگم روز و روزگار خوش و تا فایل دیگه خدا نگهدار. سلام به دوستان و عزیزان متولدین آبان. دوستان با هم دیگه ببینیم در هفته 11 تا 17 تیر چه خبر هست و چه انرژی هایی با شما عزیزان دل در ابعاد مختلف زندگیتون همراهی میکنه. اولین انرژی که برای شما دوستان افتاد دارم میبینم که انرژی این قدرت رو که باید ندارم. مسئله شاید این هفته شما رو یه مقدار متزلزل میکنه و خشمگین میکنه ولی دارم میبینم مسائل همینجوری باقی نخواهند ماند و مسائل دارن حرکت میکنن. ممکنه که هفته‌ای باشه که در اون شما حرکت هم دارین. خب بریم ببینیم که در ابعاد مختلف زندگیتون چه خبر هست. مسائل دارن حرکت میکنن دوستان، ناراحت نگران نباشین، مشکلی نیست که آسان نشود، مرد باید که هراسان نشود. مواظب خشمتون این هفته باشین دوستان. خب بریم ببینیم که کارتی که براتون در مورد مسائل احساسیتون دارم میبینم که مسائل احساسیتون دارن پیشرفت میکنن. ممکن هست که هنوز دوگانگی هایی در زندگیتون باشن، شاید با شخصی در ارتباط هستین از راه دور و یا اینکه برای دیدن شخصی باید راهی رو برین دوستان. دوگانگی هایی به هر حال هستن ولی داریم پیشرفت میکنیم، مسائل در حال حرکت هستن. ببینیم که چه خبر هست در کارت های دیگه. ببینید در زندگی احساسیتون انگار که دوست داریم به مرحله دیگه ای بریم، دوست داریم یک چیزی که توی زندگی احساسیتون شاید خراب شده حرکت کنه، تغییر پیدا کنه ولی یک سریاتون آنچنان اهل تعهد نیستین یا اینکه در حال حاضر در زندگی احساسیتون از تعهدی که هست شاید ناراحت هستین و آنچنان خوشنودی ندارین و میخواین خودتون رو ببینید. در زندگی احساسیتون دارم میبینم که آنچنان ثروتی در اون نیستش دوستان. خب حال من از نظر زندگی احساسیم شاید آنچنان خوب نیست و شاید این کالسکه که در این کنار افتاده بیشتر به زندگی مادیتون میرسین تا زندگی احساسیتون، ولی امید و آرزو دارین که زندگی احساسیتون سر و سامان بگیره دوستان. ببینیم کارت های احساسی بهتون چی میگن در مورد زندگی احساسیتون. قلب دردی دارین دوستان در مورد زندگی احساسیتون،
ببینید یک سریاتون من فکر میکنم که یک جا به جایی دارین یا یک مسافرت دارین میرین، و اینکه در کنارش دارم میبینم که اینجا حالم از نظر احساسی خوب نیست، شاید راهی رو برم حالم بهتر بشه، و دارم میبینم قلب بسیار دردی دارین و مسائل رو خیلی با یه حالت چجوری بهتون بگم درایت خاصی نگاه میکنین، نمیخوام به تله بیفتم، نمیخوام سر راه هم چاهی باشه، و اینجا دارم میبینم که یک سریاتون شاید به خاطر شخصی که در زندگیتون آنچنان جدی نبوده حال شما اینجور هست دوستان این هفته، و در یک ایستی هستین، یا اینکه خودتون هستین که در رابطه ای بودین که رابطه جدی نگرفتین این رابطه رو، و الان دارم میبینم حالتون از نظر احساسی آنچنان این هفته زندگی احساسیتون گل و بلبل نیستش. خب بریم ببینیم که از نظر کاری چه خبر هست زندگی احساسیتون. از نظر کاری دوستان دارم میدونم که انگار که کاری، اداری، سازمانی، قضایی یک چیزی داره تکان میخوره توی زندگی کاریتون، یه چیز غافل گیراننده‌ای داره سراغتون میاد، یا زندگی روزمره‌تون دوستان مسائل دارن شتاب پیدا میکنن در زندگی کاریتون، و دارم براتون میبینم که ببینین انگیزه داد، ببینید کارت حرکت افتاده اونجا هم کالیست که در مورد مسائل احساستون حرکت بود، چرخ اقبال حرکت هست، انگار دارین حرکتی میکنین، انگیزه اون رو دارم برای یک جا به جایی به سمت شاید بینون ملر رفتن اینجا دارم میبینم. شاید مسائل کاری من الان دارم اون انگیزه کافی رو دارم، تفکراتی که باید رو انجام دادم که بخوام چیکار کنم، بخوام جلو برم در مورد مسائل کاریم، و ببینیم در مورد انگیزه دارین و پر از انرژی هستین این هفته دوستان. در مورد مسائل کاری دوستان به حاجت رسیدن براتون افتاده، آنچه را که میخواین آیدتون خواهد شد، و ببینیم باز هم شانس بسیار زیبا از نظر کاری داره سراغتون میاد. مسئله ممکن هست که شاید مقدار شما رو تکان بده، ولی چیز بدی نیستش دوستان، یه چیزی هستش که دوست دارم از اینجا به جای دیگه برم، از مرحله به مرحله دیگه برم. مسائل در حال حرکت هستن، شانس و پول دارم در زندگی کاریتون براتون میبینم دوستان. ببینیم در زندگی مالیتون عزیزان آبان ماهی چه خبر هست. فقط مواظب باشین این هفته خیلی انرژیتون زیاد هست دوستان، از نظر کاری مواظب باشین، دو تا کارت ها حرف از این میزنه که ممکنه که حرفای مکالمات توی کارتون که داشته باشین یک مقدار مکالمات برنده ای باشن. در مورد مسائل مالی شما دوستان جان دوباره گرفتن دارم براتون میبینم، خب تصمیمی میگیرین، مسائل براتون روشن هستن یا در حال تصمیم گیری هستین این هفته. در مورد مسائل مالیتون یک سریاتون دوستان انگار زیاد دارین صحبت میکنین، مسائل مالیتون شاید برای یک سریاتون به مسائل فرزندانتون با مسائل فرزندانتون توأم باشه دوستان، و دارم میبینم که بسیار دارین کار میکنین، متمرکز هستین برای مسائل چی؟ برای مسائل مالیتون، به خاطر که نمیخواین در شرایط بدی باشین و اینکه ندونین چه کار کنین در مورد مسائل مالیتون. ببینیم دو تا کارت برای مسائل مالی موفقیت براتون افتاده، باز هم یک شروع جدید در کاری مالی موفقیت، مسائل براتون روشن هستن، تصمیماتتون رو دارین به اجرا میذارین، و ببینیم به یک استحکام مالی دارین میرسین دوستان، و موفقیت هم این پشت از نظر مالی براتون دارم میبینم. فقط زندگی احساسیتون هستش که دوستان خیلی دارم میبینم که خالی هست، زندگی احساسیتون چیز خاصی نیست ولی خالی هست دوستان. خب دوستان عزیزان این فال شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه، روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روی روز روزگار خوش. سلام به دوستان و عزیزان متولدین آذر. دوستان با هم ببینیم در هفته 11 تا 17 تیر چه انرژی هایی با شما عزیزان دل همراهی میکنه. بسیار زیبا کارت بسیار زیبای خورشید مثبت براتون افتاد دوستان، و همچنین کارت ابله مثبت در پشت این کارت ها براتون هست، پس خودتون رو رها میکنین و خوشبختی در خونتون داره میاد، گرما، روشنایی، موفقیت. با این دوتا کارت ها هم خوب و خوش و شاد و خرم هستم، و هم اینکه عشق، شادی، آنچه را که میخوام بخشش در زندگی من وجود دارن. هفته بسیار خوب و آرامی هست براتون. ببینیم در دامنه های مختلف زندگیتون چه خبر هست. در دامنه احساسیتون
ببین حرف ببینین دارین اوج میگیرین، معنوی فکر میکنین، مهربان هستین با خودتون با دیگری، به فکر یک سریاتون، به فکر یک تعهد هستین. و بریم ببینیم که کارت های بعدی چی بهمون میگن. دارم میبینم برای یک سریاتون دوستان در مورد مسائل احساسیتون دوستان بسیار دارین کار میکنین بر روش. و اینکه یک سریاتون هم هستن دوستان که میگن که اوکی، من خودم تک تنها خوب و خوش و خرم هستم، در واقع آنچه را که دارم خوب و خوش و خرم هستم. برای یک سریات دیگه تون دوستان دارم میبینم خودتون از زندگی احساسیتون دقیقا مثل ابله. اینجا این کارت هم پشت هم این حرف رو به من میزنه که مسائل احساسیتون دارین خودتون رو رها میکنین، خودتون رو رها میکنین و اینکه روی خودتون دارین کار میکنین در مورد یک تعهد یا اینکه به یک تعهد رسیدن و اینکه چه چیزی از زندگی احساستون در واقع در این هفته میبینم که میخوان. حرف از نامه یا دعوتی میزنه دوستان براتون و اینکه بله ببین تصمیم میگیرین شاید با خودتون این هفته که شاید به ملاقات شخصی برین دوستان. هنوز نمیدونین دارین تصمیماتتون رو روش فکر میکنین، آیا دعوت میشم توی دعوتی کسی رو میبینم یا اینکه خودم باید شخصی رو دعوت کنم یا اینکه واقعا برم به سمت زندگی احساسی. برای که سریاتون خیلی خودتون خوشتون اومده عزیزان، آزرمایی خودم هر چیزی که دارم خوب و خوش و خرم هستم، احتیاج به کسی ندارم. خب در مورد زندگی کاریتون هم دارم میبینم که یا یک سریاتون به دنبال یک کارآموزی هستین، تحصیلی هستین، وگرنه دوستان دارم میبینم که وارد دوره جدیدی از زندگیتون میشین در مورد مسائل کاری، کار جدیدی رو شاید دارین شروع میکنین یک سریاتون. یک سریات دیگه‌تون هم شاید ابتدای مسئله هستین و اعتماد به نفس دارین میگیرین و اینکه احساس میکنین که کاری رو که شروع کردین، پروژه‌ای که روش هستین رو میتونین قشنگ به پایان برسونین با موفقیت کامل. کارت بعدی برای این هفته، هفته با اینکه دارم اعتماد به نفس دارید برای خودتون میگیرین، کار شما بسیار زیاد هستش و شاید اون نتیجه‌ای که دلتون میخواد این هفته از اون کارتون آیدتون نشه و مقداری انگار خودتون رو سرزنش کنین یا اینکه دل سرد بشین از نظر مسائل کاری. ببینیم که کارت های دیگه بهمون چی میگن. شاید اون پیشرفتی که خودتون دلتون بخواد ندارین و اینکه احساس میکنین که در تله افتادین از نظر کاری و دست به سر هستین، ولی دارم میبینم شانس بسیار زیبایی در کنارتون افتاد دوستان. با همه این حالتی که فکر میکنین که شاید مسائل اونجوری که شما دلتون بخواد پیش نمیره و احساس بدی میکنم، با همه این احوال دارم میبینم شانس بسیار زیبایی سر راهتون داره قرار میگیره. خب در مورد مسائل مالی دوستان دارم میبینم که جان دوباره گرفتن براتون افتاده، تصمیمی دارین میگیرین در مورد مسائل مالی. ببینیم کارت های دیگه به همون چی میگن. و اینجا دارم میبینم دوستان که شروع دوباره مالی، پروژه سر راهتون دارین قرار میگیره که بهتون انگیزه میده، مسئله دارم میبینم که برای شما سر راهتون هست که واقعا بهتون انرژی کامل رو میده که برین توی مسائل مالیتون و پیشرفت کنین و از خودتون دارین سوال میپرسین. یه مقدار کشمکش درونی دارم براتون این هفته در مورد مسائل مالی میبینم، ولی چیز خاصی نیست. شاید با تصمیمی بگیرین و اینکه نمیخواین اشتباه کنین در مورد مسائل مالی. ببینیم کارت دو تا کارت بعدی چی بهتون میگن. یه سریاتون دوستان خیلی دست به قلب هستین در مورد مسائل مالی، نمیخواین چیز رو از دست بدین یا اینکه در گذشته تجربه تلخی داشتین و الان میترسین از اینکه تجربیات تلختون تکرار بشه. و دارم میبینم چشم سومتون هم باز هست دوستان در مورد مسائل مالی و اینکه قشنگ مسائل دستتون هست و اینکه از این حالتهای بد دارین در میایین و به یک موفقیت دارین میرسین. میترسین از اینکه مبادا ضرری کنین توی مسائل مالی یه سریاتون دوستان. خب عزیزان دل آذرماهی، هفته خوبی رو براتون آرزو دارم، روز روزگار خوش و تا فال دیگه، خدا نگهدار. سلام به دوستان و عزیزان متولدین دی. دوستان با هم ببینیم هفته 11 تا 17 تیر چه انرژی هایی با شما عزیزان دل در ابعاد مختلف زندگیتون همراهی میکنه. اولین کارتی که براتون میریزم کارت ببینیم که ممکنه انرژی هفته باشه، این کارت آقای محترم پاپ، آقای پاپی که مهربان نیست، حالا یا شخصیتی هست که در مقابل شما مهربان نیست یا اینکه به طور کلی مسائل
اگر نسبت به کارشناسی هست دوستان، اون کارشناسی خوب نیستش. اگر که متخصصی هست، اون متخصص خوب نیستش. به هر حال انگار که مهربانی این هفته آنچنان من نمیبینم، در نه اینکه حالا مسائل بد باشه، تغییر تحول بسیار بزرگی به وجود اومده توی زندگیتون برای یک سریاتون دوستان، و دارم میبینم نگاه شما در واقع در مورد این تغییر تحول انگار خوب نیست. اینو میتونم بهتون بگم. خب بریم ببینیم که کارتای بعدی بهتون چه میگن. در دامنه احساسیتون دوستان براتون آقای محترم درویش افتاده. آقای درویش دوستان حرف از این میزنه که زندگی احساسیتون زندگی هستش که خیلی با احتیاط و اعصاب دست در موردش رفتار میکنیم. ببینیم کارتای بعدی چی بهتون میگن. بله، یه تریاتون در غم یک مسئله احساسی هستین دوستان و به آخر یک دوره احساسی سخت دارین میرسین و دارم میبینم که دارین قدرت میگیرین. در زندگی احساسیتون بسیار محتاط هستین، قدرت دارین میگیرین. و ببینیم دوتا کارت های بعدی چی بهمون میگن. یکی حرف از نامه میزنه، خبر، و کارت بعدی حرف از عشق میزنه، عشق و خبر. دوستان نامه به دستتون خواهد رسید، ممکنه یک باره عشق در یک نگاه داشته باشین با کسی. از این حالت به هر حال دارین در میاد، از این حالتی که محتاط هستم، در ازای مسئلهی در گذشته هستم، اون بالام دارم میبینم، دارم قدرت میگیرم بر احساساتم و میخوام کنترل کنم، ولی یک بار عشق سراغتون میاد. بسیار خوب دوستان، مسائل احساسیتون پس این هفته دارم بهبود پیدا میکنم. در مورد مسائل کاریتون چه خبر هست؟ در مورد مسائل کاریتون هم مسائل کاریتون دارن پیشرفت میکنن دوستان، پیشرفت میکنن و به سمت جلو دارن میرن، یا اینکه این هفته یک ماموریت یا جابجایی کاری دارین. دارم میبینم که اوج دارین میگیرین از نظر کاری، یک سریاتون کارآموزی دارین یا تحصیل دارین میکنین برای در دامنه کاریتون دوستان، و اینکه دارم میبینم شانس بسیار زیبایی داره سر خونتون در دستتون میاد. حالا من این کارتا رو معمولا اینجا میذاشم، چرا اینجا گذاشتم اشکال نداره. خب پس شانس بسیار بزرگی داره سراغتون میاد دوستان، بعد از اینکه زمانی که شاید مطالعه ها رو کردین، اون تحقیقاتی که باید انجام دادین، یا درسی رو که باید خوندین، کارآموزی رو که باید انجام دادین، یک سریاتون دوستان لحظات سختی رو پشت سر گذاشتین و الان دارم میبینم که شاید خیلی استراب و استرس داشتین توی دامنه کاریتون، و این هفته شاید استراب و استرس داشته باشین، مقداری گم و گیج هستین از نظر کاری، ولی مسائل دارن پیشرفت میکنن، دارین اوج میگیرین، و همچنین دارم براتون چی میبینم، دارم براتون یک شانس بسیار زیبا دارم توی زندگی کاری میبینم. در مورد زندگی مالیتون دوستان میبینم که بلا تکلیفی افتاده، انگار که پای شما جای گیر هست دوستان در زندگی مالیتون، بلا تکلیف هستم. ببینیم کارت دیگه بهمون چی میگن. کارت بعدی حرف از این میزنه که خودتون رو باید رها کنی، و کارت بعدی مسائل دارن پیشرفت میکنن. خودتون رو رها میکنین در مورد مسائل مالیتون دوستان، از این حالتی که بلا تکلیف هستم و اینکه نمیدونم چه کار کنم در میایم، و اینکه مسائل مالیتون هم دارن پیشرفت میکنن دوستان. و دو تا کارت دیگه بعدم سرنوشت وارد صحنه داره میشه، مسائل دارن جلو میرن دوستان به سمت قسمتتون هر چی باشه از نظر مالی این هفته گیرتون میاد، و دارم میبینم میتونین شاید روی یک سری از دوستاتون حساب کنین دوستان. خب در مورد مسائل کاری هستش که فقط ممکنه این هفته مقداری مضطرب باشین، و وگرنه همه چیز در حال پیشرفت هست در زندگیتون. من آرزوی خوشبختی براتون میکنم، هفته خوبی رو داشته باشین دوستان، روز روزگار خوش، و تا فال دیگه خدا نگهدار. سلام به دوستان و عزیزان متولدین بهمن. ببینیم هفته 11 تا 17 تیر ماه چه خبر هست و چه انرژی هایی با شما عزیزان دل همراهی میکنه. دوستان اول یک انرژی کلی از هفتهتون براتون میریزم و بعد میریم سراغ ابعاد مختلف زندگیتون. مثلا این ممکن هستش که شما رو غافلگیر کنه، ولی نه به صورت منفی، به صورت مثبت دوستان. از مرحله به مرحله دیگه میرین دوستان. خب این از این هست، هفتهتون ممکنه در اون سورپرایزی براتون وجود داشته باشه. خب بریم ببینیم در مورد مسائل احساسیتون چه خبر هست.
در مورد مسائل احساسیتون دوستان براتون این آقای پاپ مثل که با همه هست. مثل زندگی احساسیتون محافظت شده هستش و اینکه دارم میبینم که زندگی احساسیتون دوستان دارین درش ازش یک اوج میگیرین. اوج میگیرین، حالا حرف از تعهد هم میتونه بزنه، حرف از سنت هم میتونه بزنه. به هر حال هر چیزی که هستش خودم با خودم هم میتونم متعهد باشم و همین که میتونم با خودم مهربان باشم. حداقل این کارت این به من میگه دوستان. مسائل احساسیتون براتون بسیار روشن هستش. با مغز فکر میکنین، مسائل روشن میکنین، تصمیم میخواین بگیرین. و برای یک سریاتون در مورد شخصی که در گذشتتون بود میخواین تصمیم بگیرین، یا رومی روم یا زنگی زنگ. برای یک سریاتون هم این هفته هفته‌ای هستش که من به خانواده‌ام و به فرزندانم میرسم. خب و ببینیم دو تا کارت احساسی براتون بکشم در مورد مسائل احساسیتون. ماسک افتاده. یک سریاتون دوستان انگار که در مقابل شما یا شخصی هست که چهره واقعیش رو نشون نمیده به شما، و یا اینکه در درون خودتون هستن و اینکه نمیخواین واقعیت چهره واقعی رو به دیگری نشون بدید. نمیخوام، شاید هم اصلا به طور کلی یک سریاتون زندگی احساسی در حال حاضر نمیخواین داشته باشین. در مورد زندگی کاریتون دوستان دارم میبینم که زندگی کاریتون یک چیزی انگار در اون فرو ریخته، یا اینکه تغییر تحولی در اون به وجود میاد. دقیقا مثل کارت بالا که دیدیم مثبت بود. پس ممکن هستش که مسئله غافلگیرانه‌ای سر کارتون براتون به وجود بیاد، و یا اینکه از مرحله‌ای به مرحله دیگه‌ای برید. و دارم میبینم شروعی بسیار زیبا در مورد مسائل کاریتون، یک چیزی، پروژه‌ای، مسئله‌ای داره به وجود میاد دوستان که بهتون انگار یک جان دوباره میده دوستان. و اینکه دارم میبینم بسیار دارین کار میکنین و شاید این هفته کارتون زیاد باشه، به خاطر همین هستش که غافلگیر میشین که اینقدر کار این هفته و اینکه نمیدونین چه کار کنین. به هر حال هر چیزی که هست مسئله هستش که براش خیلی خیلی براتون خیلی مهم هست و حرف از شادی و چارچوب بسیار مستحکم در زندگی کاریتون بر مورد این هفته میزنه. ممکنه کارتون زیاد باشه و اینکه نمیخواین توی کارتون اشتباه کنین. بعد ببینیم کارت دوتا کارت من یک کارت دیگه میشم. یه سری ها دوستان با اینکه مسائل خوب هستن جلو میرن، ولی نمیدونم چرا احساس میکنین که کارتون باعث استراب و استرستون میشه این هفته. ببینیم به چه دلیل اینجور هستش. بر روی خودتون شاید به خاطر کار زیادتون هست که این هفته احساس میکنین که استراب شما بیشتر هست. خب بریم ببینیم در مورد مسائل مالی چه خبر هست. در مورد مسائل مالی جای شما خوب هست، شاید شخصی از شما حمایت میکنه، وگرنه جایگاه مستحکم براتون افتاده. ببینیم کارت های دیگه چه خبر هستن. چرخ اقبال افتاده براتون، مسائل مالیتون در حال حرکت هستن دوستان، به سمت جلو میره و خودتون رو دارین چیکار میکنین، خودتون رو دارین رها میکنین. و دو تا کارت بعدی که براتون گشم ببین، من کارت بعدیم براتون کشم و اینکه دارم میدم. بله ببین، مسائل مالیتون دارن جلو میرن. خب یه وقتایی بالا داره، یه وقتایی پایین میره. این هفته دارم میبینم خودتون رو از نظر مادیات دارین رها میکنین، هرچه بادا باد. و اینکه دارم میبینم اینجا که دوستان شاید اشخاصی هستن که کمکتون کنن توی مسائل مالیتون، و اینکه چالش هم سر راهتون قرار داره، ولی این هفته دارم میبینم فرشتگان مقرب در کنارتون هستن که راهتون رو نشون بدن، و اینکه خودتون هستین که اینجا افتادین که قدرتمند هستین. فراوانی داره در خونتون میاد. پس مسائل مالیتون محافظت شده هست، با اینکه چالش وجود داره ولی محافظت شده هست. خب دوستان عزیزان، این فایل شما بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من ازتون خداحافظی میکنم و بهتون میگم روز و روزگار خوش و تا فایل دیگه. خدا نگهدار دوستان. سلام به دوستان و عزیزان متولدین اسفند. دوستان با هم ببینیم در هفته 11 تا 17 تیر چه انرژی هایی با شما دوستان عزیزان همراهی میکنه. اولین انرژی که براتون افتاد دوستان انرژی زیبایی کیمیاگر هست و قدرت. ببینید دارین قدرت میگیرین، وارد دوره جدیدی از زندگیتون دارین میشین دوستان، و آنچه را که بخواییم میتونین چی هستش در اختیار داشته باشین تا موفق بشین. ببینیم در مورد مسائل احساسیتون چه خبر هست دوستان.
در مورد مسائل احساسیتون دارم میبینم که انگار که وسوسه شدم. وسوسه شدم یا به کسی وابسته هستم یا وسوسه شدم به سمت شخصی یا مسئله. ببینیم چه خبر هست. کارت دیگه بهمون چی میگن؟ ولی دارم میبینم که نه، این کارو نمیکنین. خودتون رو دارین مهار میکنین. ببین کارت دقیقاً قدرت بر احساسات خودم هم بر این شیطانی که در کنارم هم افتاده چیکار میکنم، خودم رو مهار میکنم. انگار این هفته از نظر احساسی مقداری دارم میبینم که آنچنان ثروتمند نیستین از نظر احساسی دوستان. و بریم ببینیم دو تا کارت بعدی بهمون چی میگه. کارت بعدی حرف از این میزنه که با خودتون انگار نمیدونین چی درست هست چی غلط هست در مورد مسائل احساسی. باید تصمیم بگیرین، میدونین که تصمیم مشکلی خواهد بود. و اینکه دارم میگم صبوری میکنین، برنامه ریزی در مورد مسائل احساسیتون میخواین جلو برین، به خاطر که شاید تجربه های تلخی دارین، وابستگی هایی در گذشته داشتین و الان امروز نمیخوام به این حالت در بیام، پس صبوری میکنم. صبر اینجا به خاطر که مسائل احساسی برام مشخص نیستن. ببخشید دوستان، من معمولا این کارتو برای احساسی میریختم، چرا برای شما ریختم نمیدونم. به هر حال به آخر یک دوره سرد از نظر احساسی دارین میرسین و مسائل در زندگی احساسیتون در حال حرکت هستن. در مورد زندگی کاری شما دوستان چه خبر هست؟ در مورد زندگی کاریتون دارم میبینم که انتخاب باید انجام بدین. انتخابی که باید با تمام وجودتون انجام بدین و یا اینکه مکالمه رو که باید با دقت انجام بدین. خب ببینیم کار. باز هم شیطان انگار که با شما خیلی دوست هست این هفته. وسوسه هستین یا اینکه مضطرب هستین دوستان؟ تحت تاثیر مسئله هستین. یک سریاتون بسیار کار میکنین، دیگه خستگی مفرط کاری دارین دوستان. مواظب برن اوت باشین، خواهش میکنم. و اینکه ببینیم دو کارت دیگه بهمون چی میگن. شاید مسئله شما رو میترسونه، برای همین هست که خیلی دارین کار میکنین. کارت بعدی حرکت مثبت به سمت جلو دوستان، به سمت جلو دارین میرین و به سمت نور میرین و مسائلی دارم میبینم از آبهای متلاطم رو پشت سر میگذارین. یک سریاتون هم دوستان دارم میبینم که نه تنها قدرت میگیرین، بلکه اینجا ممکن هستش یک جابجایی کاری داشته باشین که خیلی حال قلبتون و حال دلتون رو خوب کنه دوستان. در مورد مسائل مالیتون دوستان، در مورد مسائل مالیتون چرخ اقبال افتاده، سرنوشت در کنارتون هست. مسائل مالیتون این هفته بالا پایینی ممکنه زیاد داشته باشه، ولی به هر حال مسائل دارن جلو میرن. بعد بریم ببینیم که ببینیم این ممکنه که برای مسائل مالیتون با یک کارشناس مشورت کنید، ممکن هست. ولی دارم میبینم که خودتون هم دارین اوج میگیرین دوستان. در مورد یک قرارداد شاید داره صحبت میکنه، ابتدای یک مسئله هستین، دارین تحقیق میکنین چگونه شاید برای جلو رفتن مسائل مالیتون. و باز هم بر مورد مسائل مالیتون هم یا انتخاب یا مکالمه افتاده. دوبار کارت انتخاب برای شما هم در مورد مسائل مالیتون افتاده و هم در مورد مسائل کاریتون افتاده. دارم میبینم که دارین تحقیق میکنه. اینجا یک بار این حرف رو به من میزد و اینجا هم به همین صورت اطلاعاتی رو که به دستتون میرسه کاملا اونها رو چکار میکنین، تجزیه تحلیلش میکنین. و اینکه در مورد صبوری داره باتون حرف میزنه و صبوری میکنم و به خاطر اینکه تحقیقات رو انجام بدم نمیخوام اشتباه کنم. شاید نمیخواین فکر میکنین اگر این کارو نکنین در یک سرابی خواهین بود، پس بنابراین بسیار محتاطانه با مسائل مالیتون برخورد میکنین دوستان. عزیزان دل، عزیزان اسفند ماهی، این فال شما بود. هفته خوبی براتون آرزومند هستم. فقط مواظب خستگی مفرط کاری باشین دوستان و همچنین در مورد مسائل احساسیتون هم مته به خشخاش نذارین. بذارین خودتون رو رها کنین. به آخر یک دوره بسیار سرد دارین میرسین، تمام دارین میشه، مسائل در زندگیتون دارن حرکت میکنن. و اینکه خودتون رو رها کنین، به حال زندگی در گذر است. روز روزگار خوش دوستان و هفته خوبی رو براتون آرزو من بم. خدا نگهدار.